فروشه همینجا در همین سنوزه باز از یه نفر مثلا چک کوچیک بگیریم، میگه آقا من هر شب میرم خونه مادر خانم من پای تلفن میگه از صبح تا شب، هر حرفی که صبح تا شب میزنی تکرار است، برنامه‌ام تکرار است، میاد برام میگه و یه دونه برنامه‌ت از دست نمیده. گفتم خیلی ممنون. با این فضایی که دوستان دارن میگن، من اینو با شما مطرح کردم که فکر میکنم که نظر دوستان درسته، ولی که اونقدر ما از نظر مالی ضعف داریم که من فکر میگم که بابا این پس این ضعفای موجودمون رو ما نمیتونیم حل بکنیم. چجوری میشه که مثلا ما بتونیم به اصطلاح اینقدر پول جمع بکنیم که به ایران هم بریم، نمیدونم فلان هم باشه، بعد آبرون هم حفظ بکنیم؟ اون خیلی مهمه برای من دیگه. با همون دوستون گفتم بابا من 30 سال زحمت کشیدم برای آبروی خودم، فردا نگن دلدار نمیدونم پول ما رو خوردم، کلا برداری کردم، فلان هم از این داستان آدم مثلا کلکشیه فلان اینا. آقا مبارزه خرج داره. گفتم مثلا مالیشو من هیچ وقت تا حالا همیشه خودم دادم، ولی که با این وجود من با شما در میون میذارم، چون دیروز من دیدم که خیلی همت کردید، خیلی همت کردید و من دیروز شب خدمتتون عرض کردم که ما برای این پول استیشن من امشب با 13,000 دلار تا 12 شب ولی برنامه‌ام قطع میشد و به هر حال با همت دوستان نازنینم یه مقداری از این پول 6,000 دلارش درست شد که ما دادیم و یه فرصتی گرفتیم که بتونیم بقیهش بدیم. حالا ما هیچ روزمره رو که خرج داریم چی؟ یه کولر نداریم اینجا چی؟ یه کولر خریدیم 500 دلار با پول شما کم بود، کار نمی‌کرد، نمی‌کشید، می‌گفتن این نمی‌شاره کولر، دو تا کولر هم هر کدومش 700 دلار واسه بخره. خب اینا رو حتی اینا رو نداریم ما. حالا برسیم به اینکه پول ایران و برنامه ایران. حالا من با شما در میون گذاشتم که اگر شما فکر می‌کنید که برنامه من دوست دارید، فکر می‌کنید اثر می‌ذاره در ایران، که من خودم فکر می‌کنم اثر می‌ذاره، چون هر آنچه از دل برایت بر دل نشیند. من اینجا هنرپیشه نیستم، من اینجا آرتیست نیستم که برای شما فیلم بازی کنم، برای مردم ایران فیلم بازی کنم. من با تمام وجودم همونطور که عرض کردم در تمام زندگیم از 13-14 سالگی من یادم در دانشگاه ترمت محصل بودم به خاطر آزادی در دانشگاه ترمت اعلامیه پخش میکردم، 13-14 سالم بود. اگه خانواده هستم که همه خانواده ما در واقع آدمای سیاسی بودن، یکی از نزدیکترین فامیلای ما یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجوی جهان بوده، عبدالمجید زربخش، همه تو میشناسید. من اون موقع بچه بودم و وقتی میدیدم عبدالمجید زربخش رئیس کنفدراسیون دانشجوی ایرانی خارج از کشوره، ما باد میکردیم، گفتیم فامیلمون رئیس کنفدراسیون دانشجوی، یکی از بنیانگذاران کنفدراسیون دانشجویی. از بچگی من با مسائل مبارزاتی آشنا بودم، زندگی کردم، بنابراین مبارزه رو بلدم. خیلی چیزا رو بلد نیستم. مبارزه وقتی میگم بلدم، اولین درس مبارزه شهامته، شهامته و شهامتش دارم. دومین درس مبارزه خوشنامیه، یعنی وقتی که شما میخواید برای آینده مردمتون یه فکری بکنید، یه کاری بکنید، باز خوشنامیتون رو نگه دارید. من از خیلی چیزا در زندگیم گذشتم که اسممو نگه دارم و خیلی سکنه اسم منو خراب بکنن، چون میدونن تنها چیزی که من خیلی روش الان امتیاز دارم و برتری دارم اسممه. یعنی چی میگن، نقطه ضعفی تو زندگی نذاشتم از نظر اجتماعی. تونستم یه خانواده خوبی رو پرورش بدم، تونستم خودم خانوادم همه تحصیلات عالی، همه موفق و آلوده به چیزی هم نبودیم. سعی کردن ما رو آلوده کنن، سعی کردن هزار تا تهمت بزنن، ولی که یکی از راه‌های مبارزه اینه که خوشنام بمونید. و من میدونستم یه روزی من این اسم و این یعنی خوشنامی رو احتیاج دارم که بتونم بایستم، مقاوم بایستم و آقای محسن اژه‌ای رو، وزیر اطلاعات رو به مقابله دعوت کنم، بگم آقا من اینجا نشستم این حرفا رو میزنم، وزیر اطلاعات بفرست آدم کشاتو. و حوالش بدم به گیوتین آینده. این اون چیزی خدمتتون عرض کردم. مبارزه شهامت میخواد، مبارزه اسم خوب میخواد، مبارزه تجربه میخواد. و من فکر کنم این مجموعه رو تقریبا دارم. خدای نکنه اشتباه نکنید، من رهبری این چیزا رو نمیگم،
به عنوان یک انسان ایرانی میخوام فساد، آدمکشی، جنایات یک حکومت رو مطرح کنم. اول باز خودم پاک باشم، اول خودم نقطه ضعف ندم به دست سیستم آدمکش مملکتم که بگم آقای ستار دلداری میبینی که حرفا رو داره میزنه، خودش ساواکی بوده، خودش دوست بوده، خودش این سر مردم کلا گذاشته، خودش نمیدونم این مدرک قلابی رو داره، خودش نمیدونم سر هزار تا اتفاقی که ممکن تو زندگی آدم بیفته به عنوان آدمی که اسمش خراب بکنن به من ببندن. خوشبختانه چنین آتوی دست نه ساواک قبلی بوده نه وزارت اطلاعات الان هست. بچا چیز گفته بعضی وقتا چیزایی میشنید میگن اینا همش خب اتهام بوده، سعی کردن اسم منو خراب بکنن. خیلی زشت کشیدم که بتونم کار خلاف، همه ما تو مسیر کار خلاف قرار میگیریم، همه ما سعی کردم که تو این مسیر گیر نیفتم، تو تله نیفتم. فکر کنید که خب اینو مطمئن باشید قول شرفتون میدم، موقعیت بسیار خوب مالی توی 7-8 سال اخیر مخصوصا داشتم، پیشنهادات خیلی خوبی داشتم 4 سال پیش در همین زمان انتخابات، ولیکن من پاش واسدم به خاطر اینکه احساس میکنم که من یه آدم یه مبارزی هستم و باز کمک کنم با مبارزین دیگه که در نهایت ما ملت ایران تشکیل میدیم بتونیم به حق حقوق خودمون برسیم. ما یک مأموریتی داریم که کشورهای پیشرفته ندارند. ما درست مثل آدمای کشورهای پیشرفته لباس میپوشیم، مثل آدمای کشورهای پیشرفته زندگی میکنیم، غذا میخوریم، کروات میزنیم، کت شلوار میپوشیم، اسکی میکنیم، میریم تو استخر سونا میریم، استیک میخوریم، مسافرت وکیشن میگیریم، میریم آپارتمانای خوب میشینیم، ماشینای خوب زدیم، ولیکن مملکت ما جزء کشورهای پیشرفته نیست. ما اگه میفهمیم که پیشرفت یعنی چی، اگر در جامعه پیشرفته داریم زندگی میکنیم، یک وظیفه اخلاقی به عهده تک تک ما گذاشته شده که همه اون مبارز باشیم، همه اون فایتر باشیم، چون ما هم میفهمیم فقر یعنی چی، پولداری رو میفهمیم، رفاه میدونیم، محرومیت هم میدونیم. خب یه سری محروم ها اصلا رفاه ندیدن، ولی که یه آدمای مثل ما ها احتمالاً اکثر شما خانم ها آقایان شادم خیلیتون نه، ولی که یه آدمای مثل من محرومیت دیدن، حالا رفاه هم دیدن. بنابراین میتونم تشخیص بدم تفاوت انسان محروم و انسان مرفه چیه. بنابراین برای اینکه من اون آدم محروم رو بهش بگم که تو هم میتونی به صفحه مرفه برسی، باید مبارز باشم. و اگه ما صف مبارزین مستحکم بشه، تو هم بره، گره بخوره، هیچ قدرتی در جهان نیست که بتونه جلوی اراده مبارزین یک ملت رو بگیره. بنابراین عرض کردم که من آدمی نیستم بتونم خوب پول جمع بکنم. یه عده‌ای هستن واقعا حرفه‌ای هستن، خوبن، خداوند یه نعمتی بهشون داده میکنن، ولی که اون نعمت رو به من نداده، بیشتر به من شاید این نعمت رو داده گیوینگ باشم، بدم، بلد نیستم بگیرم. آخوندا بلدن بگیرند. ما مردم، ما تودا بیشتر بده هست، دست بده داریم. اون که دست بده نداره و دست بگیر داره آخونده یا آخوند صفت ها هستن. بنابراین حالا من اینو با زبان خیلی ساده به شما گفتم که اگر دوست داشته باشید بر اساس پیشنهاد این دوست من که با من مشاور تو خواهم بود، من از این من مشاور میگم آقا تو امشب بگو من برامت نگاه میکنم ببینم گفتی یا نگفتی. من این خدمتتون عرض کردم که میتونید شما کمک کنید که برنامه ما به ایران بره با همین زبان ساده، برنامه‌ای که میگن که خیلی اثرگذاره، میگن که مطالبی که گفته میشه میتونه اثر بذاره تو حرکت‌های مردمی. حالا این گوی و این میدان من چند شب اعلام می‌کنم، اگه نتیجه داد فبل مراد، نتیجه نداد من همین جایی که هستم جام خوبه.
از طریق همین